الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، وقت همگی بخیر. الحمد لله توفیق شد تا با افتخار از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه معراج، همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن. به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتشون. سلام علیکم. السلام، خیلی خوش آمدید. و رحمت الله و برکاته در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، انشالله امیدوارم خدای عز و جل به شما توفیق بیشتر بده. انشالله و خدمت همه بینندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم و زودی های زود انشالله زیارت امام حسین سلام الله علیه و آقا ابوالفضل نصیبشون بشه انشاءالله. انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون. دوستان و همراهان برنامه، همینطور که مطلع هستین و بنده مکررن عرض میکنم در برنامه خدمت شما، 2-0964-773-03-04-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست، از طریق تلگرام و واتساپ در خدمت شما هستیم. اگر سوالی براتون پیش میاد میتونید بپرسید. بعضی از دوستان اطلاع میدن و پیگیر میشن که چرا هر روز این شماره را اعلام میکنی، و بعد عرض کنم خدمتشون که اعلام این شماره فقط به علت اینه که برای هر برنامه در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام شماره خاصی است. گاهی برای سلام کربلا سوالات شما ارسال میشه، گاهی برای برنامه سوژه، یا بالعکس موضوع برنامه سوژه رو جوابش رو برای برنامه ما میدید، یا اینکه اگر درد دلی دارید یا سوالی دارید در مورد برنامه سلام کربلا از این شماره میپرسید. این فقط اعلامش به این هست که به این دلیل هست که شما عزیزان بدونید هر برنامه ای شماره خاص خودش رو داره و راه ارتباطی خاص خودش رو داره. اگر هم میخواهید با روابط عمومی شبکه در ارتباط باشید، که شماره روابط عمومی که اکثرا شما عزیزان دارید رو میتونید داشته باشید و در ارتباط باشید باهاشون. ببینیم انشاءالله جناب استاد چه می فرمان بعد از روایت. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار ويا جبار. عبادت، خضوع و خشوع در پیشگاه خداوندی که صاحب احسان و صاحب انعام به بندگانشه، که عبادت دارای ارکانیه. رکن اول عبادت اینه که انسان عابد، انسانی که در مقام پرستیدن خدای عز و جل باشه، باید معبود خودش را بشناسه. معرفت به معبود این رکن عبادته. عبادت صرف خم شدن و راز شدن نیست، بلکه باید معبود خودم را کاملا من بشناسم. ثانیاً کمالات معبود را بهش معرفت داشته باشم. معبود ما دارای ربوبیت، رب العالمین. معبود ما دارای رحمانیت، رحمان الرحیم. معبود ما معبودیه که دارای مالکیت، مالکیت دنیا و آخرت در کف اختیار و ارادشه. و چیزی که
و چیزی از اراده او بیرون نیست. دیگر اینکه افعال و آثار معبود را انسان باید بشناسه. بدونیم معبود ما خالق همه ماست، معبود ما رازق و روزی دهنده همه ماست و امر روزی ما. ببخشید آقا، اتاق فرمان صدای گوش من از کنترل ببندین لطفا. معذرت بخواهم. بله، از جمله افعال و آثار معبود ما اینه که او را رازق خودمون بدونیم. بله. و روزی دهنده جز او وجود نداره. معبود خودم را سمیع بدونم، یعنی صدای مرا او میشنوه. وقتی در برابرش می ایستم برای عبادت و برای بندگی، هرچه میگویم او شنواست، راز و نیازهای مرا میشنوه، بصیر حالت مرا و حالت نیاز مرا و حالت توجه مرا کاملا این خدا میبینه. او علیمه، چیزی از علمش پنهان نیست، خبیره. از اون چه که من بهش محتاج و نیازمندم کاملا آگاهی داره، کاملا مطلعه. پس بنابراین به این اندازه انسان باید معرفت داشته باشد نسبت به معبود خودش تا عبادتش تحقق صحیحی داشته باشد. دیگر اینکه بدونم معبود من خلفایی داره، نمایندگانی داره، برای هدایت من رسولانی فرستاده است، برای هدایت من امامانی قرار داده که از طریق اونها هرچی بناست به من برسد از راه خلفای الهی به من میرسد. پس شرط عبادت شناختن خلیفه الهی، شرط عبادت محبت و دوست داشتن خلیفه الهی. بدون معرفت و محبت و شناخت به خلیفه الهی عبادت تحقق درستی پیدا نمی کنه. در این خصوص روایت هست، آقا امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند، می فرماید جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یک نفر از بیابان خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد یا رسول الله هل الجنة من ثمن، یا رسول الله بهشت قیمتش چقدره، آیا بهشت قیمتی داره؟ چون در دنیا ما اهل خرید و فروش هستیم. بله. فرض میکنیم که انگار بهشت هم همین جوره که باید بهشت را چیکار کنیم؟ خرید. بخریم. عرض کرد هل الجنت من ثمن، بهشت آیا ثمنی داره، قیمتی داره؟ پیغمبر اکرم فرمودن بله قیمت دارد، نعم، باید قیمتش رو داد تا خریدش. بله. عرض کرد ما ثمنوها، قیمتش چقدره، چه باید بکنم تا بهشت از آن من بشه؟ فرمودن لا اله الا الله مخلصا بها. ده. گفتن کلمه توحید، گفتن کلمه لا اله الا الله از روی اخلاص. اگر کسی خالصانه این کلمه توحید را بر قلب و زبانش جاری کند، این قیمت بهشت را پرداخت کرده و بهشت را خریداری کرده. عرض کرد و ما اخلاصها، معلوم شد این اعرابی آدم واردی بوده. عرض کرد اخلاص کلمه لا اله الا الله چیه؟ میخوام بدم تا بهشت از آن من باشه. حضرت فرمودن اخلاصش دو چیزه، العمل بما بعثت به، عمل کردن به اون دستوراتی که من مبعوث به اونها شدم، عمل کردن به قرآنم،
که از طرف خدا برای هدایت شما آوردم، و ثانیاً حب و اهل بیتی، الله، محبت داشتن به اهل بیتم، این قیمت بهشته، این بهای بهشته، و بدون قیمت بهشت رو به کسی نمیدن. یعنی قیمت بهشت دو رکن داره، یکی قرآن کریم، یکی اهل البیت علیهم السلام و محبت و دوست داشتن اونها. شخص اعرابی عرض کرد فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله، ان حب اهل بیتک لمن حقها، حق بهشت این است که من دوست داشته باشم اهل بیت شما را، اهل بیت شما جزء سمن و بهای بهشته. فرمودن ان حبهم اعظمها، عظیمترین حق بهشت محبت به اهل بیت منه، و اگر این محبت و این دوستی نباشد اصلا عبادت تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین با محبت به اهل البیت انسان، یعنی با محبت به خلیفه الهی انسان مقرب می شود در درگاه خدای عز و جل، عبادت درباره او تحقق پیدا می کنه، و در نتیجه و عاقبت بهشت از آن او خواهد شد. لذا قرآن کریم اجر رسالت پیغمبر را چی قرار داده؟ الا المودت فی القربا، مودت به ذوی القربای پیغمبر، محبت و دوستی به امیر المؤمنین، محبت و دوستی به حضرت زهرا علیهم السلام. این چیه؟ این اجر رسالت رسول الله، و باعث می شود که انسان از این طریق مورد رضای خدای عز و جل قرار بگیره. حالا ببینیم این عبادت و بندگی خداوند در وجود ما چه آثاری میتوند بگذاره. بله. چرا عرض میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چه تأثیر این عبادت روی ما داره، با توجه به این که خداوند نیاز به عبادت ماها ندارد. اون وجود بی نیاز مطلقه. اولین اثر عبادت اونجوری که قرآن کریم میفرماید تقوا، باعث میشد که نور تقوا در دل انسان قرار بگیره. در سوره مبارکه بقره خداوند همه بندگانش را مورد خطاب قرار داده، یا ایها الناس، نه خصوص اهل ایمان، همه بندگان خدا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پروردگارتون را عبادت بکنید. کدوم پروردگاری؟ الذی خلقکم، اون پروردگاری که شما را آفریده، و الذین من قبلکم، و کسانی که قبل از شما بودن، اونها هم مخلوق خدای تبارک و تعالی هستند. برای چی خدا را عبادت کنیم؟ میفرماید لعلکم تتقون، این غایت از عبادته، این هدف از عبادته، برای اینکه تقوا پیشه کنید، برای اینکه اهل تقوا باشید. تقوا یعنی حفظ خود از غیر خدای عز و جل، حفظ فکر از غیر خدا، حفظ قلب از غیر خدا، حفظ عقل از غیر خدا. اون چی که غیر خداست وارد زندگی ما نشه. اگر تقوا پیشه کنیم، این برای ما آثاری داره، برای ما فوایدی داره. بله. میفرماد من یتق الله، هر کسی که تقوا پیشه کنه، مرد باشد یا زن، در هر زمانی تقوا پیشه کنه، یجعل له مخرجا، خدا براش یک خروج و یک راه فراری از گرفتاری های دنیا و آخرت براش قرار میده. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راه بیگمان، از راهی که خودش هم متوجه نمیشود، خدای عز و جل روزی او را میرساند، رزقش میده.
از آثار دیگر تقوا می فرماید من یتق الله یجعل له فرقانا، خداوند نور فرقان را به انسان با تقوا میده. فرقان یعنی اون وسیله جدا کردن حق از باطل. آدم با تقوا حق را میشناسد، باطل را هم میشناسد. وقتی حق را شناختی جذب حق میشی، و وقتی باطل را شناختی از باطل جدا میشی. چی شد؟ اکثریت رفتن به طرف باطل، و چی شد؟ اکثریت حق را گذاشتن کنار. امیرالمؤمنین علیه السلام را گذاشتن کنار و رفتن سراغ دیگران به خاطر عدم داشتنشون تقوا را. تقوا نداشتن. اگر کسی تقوا داشته باشد، خداوند این نور فرقان را، یعنی نور فرق گذاشتن را، فرق گذاشتن بین حق و باطل را در اختیارش قرار میده. فوراً متوجه میشد به برکت تقوا که علیون مع الحق، و هر کسی که با این حق نباشد قطعاً چیه؟ در بطلان خواهد بود. بله. از آثار تقوا میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا پیشه کنید، غیر خدا را بگذار کنار، دل شما، قلب شما منور میشد به نور علم. خدا علم را در دل شما قرار میده اگر اهل تقوا باشید. در جای دیگری میفرماید لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر ساکنین قریه ها و شهرها ایمان بیارن به خدا، ایمان بیارن به رسول الله، ایمان بیارن به خلیفه الهی، به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، و تقوا و تقوا پیشه کنن و غیر خدا را بگذارن کنار، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و از زمین به روی اونها برکات را باز میکنیم. برکات یعنی خیر فراوان، خیر فراوان دائمی مستمر. پس معلوم شد اون گرفتاری هایی که انسان ها برای خودشون درست کردن باعثش بی تقواییه، باعثش عدم بندگی خدای عز و جل. پس اولین اثر عبادت و بندگی خداوند می فرماید لعلکم تتقون، برای این است که شما اهل تقوا بشید، یعنی دیگران را بذار کنار، فقط و فقط قلب و فکر و ذهن و وجودت متوجه خدای عز و جل بشه. یکی دو دقیقه هاش آقا برای این پارت. دیگر از آثار عبادت خداوند دلها آرام میشه. بله. آرامش پیدا میکنه، و دل با آرامش و دلی که درش نگرانی نباشه راحت میتونه از نعمت‌های الهی استفاده کنه، و درست میتواند در مسیر صحیح قدم برداره. بزا میفرماید الا آگاه باش، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، عبادت یاد خداست، ذکر خداست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها آرامش پیدا میکنه. دیگر اینکه آزادگی پیدا میکند اونی که اهل عبادته، آزاد میشد از قید غیر خداوند. وجود پر خیر و برکت آقا امام حسین علیه السلام اثر عبادت را اینجور میفرماید، میفرماید استغنوا به عبادتهی عن عبادت من سواه، من سواه، اونایی که اهل عبادتن به عبادت پروردگار بی نیاز میشن از عبادت غیر خدای عزوجل. یعنی میرسد انسان به مقام بی نیازی. چرا؟ چون خداوند که معبود ماست تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی منه، دیگه دل به غیر او نمیبنده، نخواهم بست. این بینیازی هم منظور همین بینیازی ظاهری و دنیوی هست؟ بینیازی هم ظاهر هم باطن،
هم دنیایی هم اخروی. میرسد میرساند انسان را در حد غنا، غنی غنی میشود به غنای خدای که به جز خدا نبیند. چطور خدای عزوجل همه چی در اختیارشه؟ بس. انسانی که عبد این خدا باشد، خداوند همه چی را در اختیارش قرار میده و بی نیاز می شود. انشاءالله که توفیقش رو پیدا کنیم، توفیق عبادت بیشتر رو پیدا کنیم انشاءالله. خب خیلی ممنونم، بفرمایید میان برنامه رو ببینید. در پارت بعدی در خدمت جناب استاد بهرمن هستیم برای سوالات شما عزیزان. وقتتون بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. دوستانی که از ابتدای برنامه نتونستن همراه برنامه باشن، این برنامه روزها تقریبا ساعت 12:30 به وقت کربلای معلا تقدیم شما عزیزان میشه و پارت دوم این برنامه سوالات شما عزیزان هست که به 2096477303044314 فرستادید تا انشالله جناب استاد بهرمن در پارت دوم جواب بدن. بارها عرض کردم خدمت شما عزیزان که اگر بزرگواری مقدور نیست برای سوال خودش رو تایپ کنه، میتونه برای ما سوال خودش رو به صورت وایس و صدا بفرسته تا اینکه هم واضح تر باشه هم که مشکل تایپ کردن نداشته باشه. یک سوال امروز برای ما انتخاب شده ضمن سوالاتی که صوتی هست، انشالله دوستان رو تا فرمان پخش میکنن جناب استاد میشنوند و جواب سوال رو میفهم. خوب خسته نباشین، التماس دعا داریم از شما و از حاجی آقای و از برنامه برنامه هاتون. من خیلی لگنم و پام خیلی درد میکنه و الان نزدیک 1.5 سال رومیز نمازم میخونم، میخوام وای بسم. حاجی آقا گفتن اگر تکیه بدی یا به عصا وایسی، من وای میسم چیز میکنم ولی میفتم، نمیتونم اصلا، کمرم به شدت درد میکنه، نمیتونم وایسم. رو همین که صندلی میشینم اونم درد میکنه، ولی از خدا خواستم که قوت بده و سلامتی بده که من نمازم بخونم. دستتون درد نکنه و تشکر از هم. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید جناب. بله بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا اگر کسی از ایستادن عاجز باشه برای نمازش، این دیگه وظیفه‌اش نماز در حال ایستادن نیست، وظیفش اینه که نماز خودش را نشسته بخونه. بله. همچنین اگر کسی از نشستن هم عاجز باشه تکلیف او تبدیل میشه به نماز شخص خوابیده. بنابراین اینا به ترتیب همه، تا انسان میتونه ایستاده نماز بخونه نباید بنشینه. بله. و تا میتونه نماز نشسته بخونه نباید بخوابه. پس بنابراین اگر واقعا مثل این خانوم، اگر چنانچه واقعا عاجزه از خوندن نماز ایستاده، تکلیف او اینه که بنشینه و نماز خودش را به صورت نشسته بخونه، یا روی زمین بنشینه یا پشت میز بنشینه، و تکلیف او همین نماز نشسته خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم. خب و اما سوالات بعدی. بیننده بزرگواری پرسیدن که سلام،
میشه حکم وظیفه خانم در مقابل همسر و خانواده رو بفرمایید؟ بله، خدمتتون عارضم. زندگی زناشویی یک زندگی مشترکیه که هر کدوم از زوجین نسبت به یک دیگر حق و حقوقی دارن و باید حق و حقوق همدیگر را بشناسن و در زندگی مراعات کنن تا زندگیشون یک زندگی شیرینی باشه. زن برای تحکیم زندگی خودش و برای اینکه زندگی مشترکش یک زندگی شیرینی باشه، باید بدوند که به گردنش از طرف خداوند حقوقی گذاشته شده. زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله، حقوق شوهرم به گردنم چیه؟ چه وظیفه‌ای دارم من در قبال همسرم؟ یعنی حق شوهر بر زن چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن در هر حال از اطاعت او بیرون نرو. زن باید مطیع امر مردش باشه، همسرش باشه، مطیع شوهرش باشه. بدون اذن و رضایتش از خانه بیرون نره، در اختیار همسر باید باشه. بدون رضایتش از مال شوهر خرج نکنه. واقعا اگر این رعایت بشه، این باعث میشه که این زندگی زندگی شیرینی خواهد شد. به شوهرش احترام بگذاره، به آدمهای شوهرش احترام بگذاره، به دیده بزرگی به شوهر خودش نگاه کنه، که در بعضی از روایات دارد اگر سجده کردن برای غیر خداوند مجاز بود، امر میشد به زن که در برابر شوهرش سجده کنه. یعنی این باید در اطاعت همسر خودش باشد. این زن شکایت همسر خودش را به پدر و مادر خودش نبره، چون این موجب اختلاف و موجب نزاع میشه. باید مشکلات خودشون را بین خودشون حل کنن و به بیرون منتقل نکنن. زن باید گذشت و عفو داشته باشه. اگه بخواد شیرین باشد زندگیش، باید اهل گذشت و اهل عفو باشه. راز همسرش را جایی فاش نکنه، حافظ اسرار همسر خودش باشه و همه جا آبروی شوهر خودش را حفظ کنه، و الا جز و ظالمین به حساب میاد. البته همین وظایف، وظایف مرد هم هست. اگر رعایت بشه این حقوق در زندگی زناشویی، قطعا زندگی اونها متحول میشه و میتونن زندگی با آرامشی داشته باشن و صاحبان فرزندان خوب و صالح و شایسته‌ای باشن انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. صحبت در این باب واقعیت زیاده، بله، ولی خب من در پارت های بعدی، حالا یا در قسمت های بعدی از شما بپرسم انشاءالله، بخاطر اینکه سوالات بیشتری جواب بدین. خب بیننده دیگری پرسیدن که سلام، اکثرا سوال می شود به علت مریضی نیاز به استفاده از تریاک دارند، میخواهند روزه های واجب را بگیرند اما اذیت میشوند، لطفاً راهنمایی کنید. روزه کلن برای کسانی که سالم هستند واجبه. کسی که روزه برایش ضرر داشته باشه یا روزه برایش باعث زحمت، باعث مشقت و در عسر حرج بیفته، تکلیف روزه از گردنش ساقطه. آقایان و فقها در رساله های عملی خودشون می‌نویسن بعضیا روزه برشون واجب نیست. یکی شخص پیرمردی که یا پیرزنی که روزه گرفتن براش دارای مشقته، اینها تکلیف روزه ندارن. خانومی که زمان زایمانش نزدیکه و احیانا روزه برای خودش یا برای حملش موجب ضرره، این نباید روزه بگیره.
همچنین خانومی که شیر میده به بچه، اگر شیرش کمه و بر اثر روزه گرفتن یا به خودش آسیب میرسه یا به بچهش، اینجا تکلیف روزه از اونها برداشته شده. ولی باید بدونن فدیه رو باید بدن برای هر روزی که روزه نگرفتن. یک مد طعام حدود 750 گرم گندم یا نان آن، جو یا نان آن، یک مد طعام کشمش یا یک مد طعام خرما به مستحق و به مسکین بدن. این تلافی روزه هایی که نگرفتن. بنابراین انسان باید خودش ببینه اگر روزه برای او ضرر دارد، تکلیف روزه گرفتن از گردنش ساقط می شود. بله، متشکرم ازتون. خب سلام علیکم، چقدر فرصت داریم؟ اتاق فرما. چقدر؟ 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. خب فکر نمی کنم برسیم به سوال بعدی. آقا فقط در مورد سوال قبل من یک مورد رو بپرسم. بله. جسارتن که اگر اون فرد معتاد هم باشه باز هم باید شرایط خودش رو چک کنه؟ بله، اگر کسی با دارو میتونه خودش رو نگه دارد که روزه بگیره. بله. باید روزه بگیره دیگه، قدرت روزه. بله. گرفتن پیدا کرده با خدمت شما عارضم، با مواد تقویت کننده. بله. خیر، خب این باید روزه بگیره چون بدنش قوی میشه و قدرت روزه گرفتن داره. اما اگر نه، روزه براش ضرر داره، این وظیفه روزه گرفتن اصلا نداره. بله، متشکرم. خواهش میکنم. از شما عزیزانم ممنونم که بیننده ما بودید و بیننده این برنامه. عرض باشه خدمت شما انشالله که هر بزرگواری موفق نشد از ابتدای برنامه همراه ما باشه، میتونه از طریق یوتیوب و فیسبوک برنامه رو تماشا بکنه. فایل روی یوتیوب و فیسبوک ذخیره میمونه و دوستان عزیزی که سوالات خودشون رو میپرسن در پارت دوم، تقریبا با 3-4 ساعت تاخیر فایل ها روی اینستاگرام برنامه معراج گذاشته میشه. میتونید به صفحه معراج در اینستاگرام سر بزنید و انشاءالله جواب سوالات خودتون رو از اونجا ببینید. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی.